یو سلام سلاتیه طور سنا هستم، خیلی خوش اومدیم به چنل خودتون. امروز قراره صحبتهای یک خانم گل رو بشنویم در خصوص اعتیاد خودش به ماریجوانا، بونزای و کل. و جالب ترین داستان این اپیزود در مورد اینه که یک اشتباه تایپی توی سرچ گوگل میتونه چه عواقب جبران ناپذیری رو برای انسان رقم بزنه. با ما باشید. سلام دکتر سنای عزیز. سلام عزیز. اول از همه خواستم ازتون تشکر کنم بابت مستندهای فوق العاده خوبی که میسازین. خواهش میکنم. تا برای من انگیزه باشه برای خوب زندگی کردن، برای اینکه بتونیم اعتیادمون رو بشناسیم، برای ترک اعتیادمون. من فرشته ام، 29 سالمه، 2 ماه و 19 روزه که پاکم. خواستم تجربه اعتیاد خودم از 3 تا دراگ رو برای اونایی که توی مصرفم میخوان ترک کنن به اشتراک بذارم تا شاید بتونم یه ذره بهشون کمک کنم. خیلی ممنونم فرشته جان. من به 3 تا ماده مخدره، ماریجوانا، بونزای و بیس کوکائین اعتیاد داشتم. اوه، نمیدونم بچه ها چرا یه حسی قراره بهم بگه که ویدئوی پشمریزون رو قراره با هم دیگه داشته باشیم و چقدر خوبه که منم مثل شما قراره برای بار اول گوش کنم. از گل شروع کردم. من گل رو به 2 بخش شخصی میکنم. گل هم مزایایی برام داشت، هم خب معایب که 100% قراره داشته باشه. مزایش برای من این بود که واقعا دیدگاهم رو نسبت به زندگی و آدم رو عوض کرد، عقایدم رو تغییر داد، خیلی چیزای مثبتی در این مورد به هم رسوند. میتونم بگم یه حس عرفانی لطیفی وارد زندگی میکرد. اینکه دیگه نمیتونستم دروغ بگم، نمیتونستم خیلی دروبازی در بیارم، حتی با آدم هایی که همچین ویژگی هایی هم داشتن نمیتونستم خیلی ارتباط برقرار کنم. چه جاله. حالا نمیدونم این تجربه مشترکه یا فقط صرفا تو آدم خاصی به وجود میاد. یه حس ششم یه جوری هم به هم دست داده بود که وقتی مثلا حالا با کسی صحبت میکردم روی گل، اینکه این آدم خوبه، بده، راست میگه، دروغ میگه، سوی نیت داره، نداره، اینا رو میتونستم درک کنم و حتی از اون موقع هم خیلی روی من مونده. و خب معایبی هم داره دیگه، مثل همه چیزهای دیگه که اگه خیلی زیاد استفاده بشه 100% اذیت کننده است بر آدم. 100% معایبی داره دیگه، اصلا مسلماً یه سری معایبی داشته که الان 2 ماه گذاشتیش کنار. خب اگه فایدهش بیشتر از معایبش بود. منم تو اون دوره‌ای که حالا مصرفم اونجوری نبود یه ضربه روحی بدی خوردم و خودمو برای آروم کردن به مصرف روزانه گل رسوندم که روزی مثلا 4-5 رول گل استفاده میکردم. بعد مدت‌ها مصرف خیلی زیاد دیگه احساس کردم اون گله، اون حس و حاله، اون انرژی رو بهم نمیده. ولی خب نه به فکر ترکش بودم، نه اصلا خودم رو تو اون دوره معتاد میدونستم. بعد 1.5 سال استفاده کردم. یک روز خیلی اتفاقی توی گوگل داشتم دنبال گل طبیعی بونسای برای هدیه دادن میگشتم که یک اشتباه کلمه‌ای که به جای 3Z رو تایپ کرده بودم من با بونزای آشنا شدم. بشمار از حس و حالای بونزای بگم یا چیز کاملا توهمزای عجیب کثیفیه. بچه ها بونزای سینتتیک THC یعنی THC صنایعی یا THC ساختگی، THC که مال خود گل نیست، THC که توی آزمایشگاه تولید میشه و به اون میگن بونزای. ولی پشمام، فرض کن تو رفتی دنبال گل طبیعی بونزای میگردی، سرچت میشه بونزای و واو. روز اولی که استفاده کردم همون تو دومین پاکی که کشیدم، چون بونزای رو سرسیگاری پر میکردیم میکشیدیم، تو دومین پاکی که کشیدم من دست و پاهامو احساس نکردم، فرشی که زیر پام بود احساس نمیکردم، تختی که روش دراز میکشیدم و احساس نمیکردم. احساس میکردی داری دور کره زمین میچرخه، یه احساس و فازای عجیب غریب. و
مثلا تو آینه به خودم نگاه می کردم، اسمم رو نمی دونستم چیه، خودم رو نمی شناختم تو آینه، یا حتی اسم پدر و مادرم نمی دونستم. یه لحظه همه چی یادم می رفت، نمی دونستم اصلا کیم. شبیه اطراف آدم شبیه انیمیشن می شد، آدم ها رو کوچیک می دیدی، یا تو خیابون ماشین ها رو شبیه این مقواهای دستسازی اسباب بازی می دیدی، احساس می کردی از رو بالا ابرا نشستی داری پایین رو نگاه می کنی. و همش این حس و انرژی داشت که اصلا برای چی من تو این دنیا، اصلا برای چی من باید باشم. یه حسای خیلی مزخرف که حتی یادم تو دوره مصرفم بر بونزای، من یه روز در به در دنبال قرص برنج میگشتم که خودکشی کنم، که خدا رو شکر حالا این اتفاق نیفتاده، خدا رو شکر. ولی خیلی حس بدی داشت. ولی یه چیزی هم در خصوص بونزای بهتون بگم، خیلی سری دوزتون روش میره بالا. یعنی اول فقط سر اون سیگار رو تو بونزای میریزی در حد تموم، یعنی یه دوکام بگیری اون سوخته اون بونزای، و همون دوکام یه ریج عجیب دوپامین، حمله دوپامین به تو دست میده، انقدر یه هوی دوپامین رو میبره بارا. برای همین خیلی تخریب مغزیش واقعا قابل مقایسه نیست تخریب مغزی بونزای نسبت به ماری جوانا. من 3-4 ماه درگیر بونزای بودم و خیلی استرسی شده بودم سر این موضوع، و تازه فهمیده بودم که من احتیاط به بونزای پیدا کردم. خیلی حس و حال مزخرفی داشت، فوق‌العاده توهم‌زا بود. حتی تو اون دوران مصرفم چند تا از آدمایی که خوب استفاده می‌کردن دورادون مثلا شنیده بودم که خودشونو حلق‌آویز کردن یا خودکشی کرده بودن. یا اینقدر فازش بالا بود که همونجور که پشت رول روشن کرده بودن زیر خاور و تریل اینا رفته بودن و مرده بودن. اون دوران خب تصمیم گرفتیم با هم ترک کنیم و تونستیم. من 9 ماه بعد از بونزای کاملا پاک بودم، بدون هیچ ماده قرص و دارویی ترک کرده بودم. ولی خب همون 1 ماه اولش فقط برای آدم اذیت بود، یا شاید هم نمیدونم، شاید بر من اینجوری بوده چون 2 نفری داشتیم ترک میکردیم. ولی خب همون 1 ماه اول احساس میکنم بیشتر اذیت داشت، اینکه استرسی میشدی، بیقراری میشدی. ولی خب به مرور واقعا حس و حالت انگاری بر میگردی به زندگی. و حتی یادمه تو مصرف بونزایی که داشتم به اطراف که نگاه میکردم، سوار تاکسی که میشد میگم اینا چجوری بدونه مثلا مواد دارن زندگی میکنن، و خیلی برام عجیب بود. اصلا احساس نمیکردم که بتونم یه روزی از این بونزای من بکنم. همه ما همینجوری، ما خیلی جالب داره میگه، واقعا همه ما موقعی که داریم دراگ بازی میکنیم میگیم واقعا این آدمای دیگه چقدر کسخلن، خودمونیم بدون دراگ دارن زندگی میکنن، چجوری از زندگی لذت میبرن. من با آدم کله خالی 2 دقیقه نمیتونستم کانکشم، دوست داشتم بهش میگم برو بابا عمو جان تو خیلی عقبی از زندگی، ولی الان همان از این چرخ گردون. استرسی که شده بودم که آره من درگیر اعتیادم، یادم جنس میگرفتم وقتی که میزنم استرس میگرفتم، میگفتم وای من معتاد شدم، وای فاز اینو برمیداشتم میبردم قایم میکردم جنسم و میبردم میریختم تو سرویس بهداشتی. بعد که به خودم میومدم در به در دنبال جنسم بودم که اصلا کجا گذاشتم که یادمم نمیومد کجا قایم کردم. تجربه مشترک. 9 ماه پاک بودم بعد مصرف بونزای که بدون قرص بودم، حالم هم فوق‌العاده خوب بود، دوباره داشتم به روال عادی زندگیم برمیگشتم، دنبال کار بود، کار میکردم، دنبال این بودم که دوباره مثلا درسمو ادامه بدم، و اینکه حالم خوب بود، خیلی خوشحال بودم از اینکه تونسته بودم این مرحله از زندگی رو رد کنم. که بعد این 9 ماه یا بتونم بگم 10 ماه من فهمیدم که این طرف مقابلم وارد بازی کوکائین شده، و منم از سر حماقت میتونم بگم تا دوست داشتن که ایشون تنها نباشن، با همدیگه دوباره میتونیم ترک کنیم، چون ما ذاتن هم تومون
یه بیماری اعتیادی هستش دیگه، یه جایی باشه مطمئنا خودمون اونجا میرسونیم برای مصرف. به نظر من اسم بیماری اعتیاد رو من خیلی دوست دارم ماها عوض کنیم و بذاریم بیماری لذت طلبی، یعنی اینکه ما از خودمون متاسفانه یه شخصیتی ساختیم، از مغزمون بهتره بگم، با این دوپامینایی که بهش وارد کردیم، با این لذت طلبی هایی که داشتیم، باعث شدیم که مغزمون لذت طلب باشه. باسن مبارکمون رو صندلی بند نمیشه. چرا؟ چون باید من سنا لذت ببرم. چرا من عادیم اصلا؟ چرا؟ ما لذت طلب و به نظر من بهترین مترادف برای بیماری اعتیاد بیماری لذت طلبیه. که من وارد بازی کوکائین شدم که بازی مخربترین تخریب کننده ترین ماده دراگ توی زندگی من بود. 2.5-3 سال درگیر کوکائین شدم. 3 سال بای. حالا اولش هم مصرف روزانه نداشتم، هفته یه بار، چند روز یه بار، 10 روز یه بار، ولی خب یه لحظه به خودم اومدم دیدم که من مصرفم شده هر روز، یعنی از صبح که ساعت 11 که ساقیا بیدار میشن تا خود شب که پولم تموم بشه میشستم فقط میزدم. فکر کنین عرض 2 ماه من از 68 کیلو شده بودم 52 کیلو، 48 کیلو، اینا از نظر ظاهریم همه چیم خراب شده بود. هرچی طلا داشتم و فروختم. به نظرم آدم ها تو زندگیشون 4 تا چیز دارن: اعتبارشون، شرافتشون، ظاهرشون و پولشون، و این ماده مخدر این 4 تا رو همزمان اجازه نمیدن تکون بخوری یا همزمان ازت میگیره. چقدر زیبا توضیح داد، عشق کردم، مرسی فرشته. اعتبارشون، شرافتشون، ظاهرشون و پولشون، و این ماده بدون اینکه به مهلت بده هر 4 تاشو با هم دیگه میگیره. راست میگه، واقعا لعنتی. مخصوص میدونی فقط همون بار اولش کوکائین، یعنی همون بار اول به تو یک لذتی میده، بقیه زندگی تو خودتو میکشی که مثل بار اول حال کنی، ولی دریغ از این که مثل بار اول بشی. کوکائین بد چیز سمیه، واقعا یه چیز خیلی کثیفیه. اون اکیپ 4 نفری که بودیم مصبر مصرف، زن و شوهری بودن اونجا که آقای خانومش رو برای اینکه پول تهیه جنس رو جور کنه میفروخت. چون واقعا که شمایی که میگین آره اونایی که مثلا خیلی از نظر وضع مالیشون توپه میرن سمت همچین دراگی، نه، وقتی آدم دیگه به یه چیزی اعتیاد پیدا میکنه مهم نیست اون چیز چیه، مطمئنن از هر راهی سعی میکنه پول تهیه این موادش رو جور کنه. حالا یه خیلی مزخرفی داشت، قبل اینکه جنس بهت برسی استرس عظیمی بهت دست میداد، خیلی بزرگ، یعنی در حدی این بگم بهتون که خب من دخترم، قبل اینکه انقدر مثلا استرس اینکه وای کی جنس میرسه با انگشتامو میشمردیم که مثلا میگفت 5 دقیقه، میگفت حالا چند دقیقه مونده، دقیقا اینجوری میشمردیم و خیلی اذیت کننده بود. فکر کنین انقدر استرسش بالا بود که ممکن بود اگه خانوم بود همون لحظه پریود میشد. یا مثلا اکثرا میگن از روی خماری آدم بیرون روی اسهال استفراغ میگیره، ولی تو این جنسه وقتی منتظری که جنسه بیاد بهت برسه همچین حالتایی بهت دست میده. خیلی حرفا، یعنی خیلی قشنگ داره فرشته برای ما میگه و تصویر سازی میکنه برای ما، میگه انقدر این استرس زیاده که تو ممکنه همونجا پریود چی صحنه بد سمه. همون یکی توپو که اوله که خیلی بهت حال میده و وقتی تموم میشه دوباره وارد مرحله استرس میشی که وای چی کار کنم، یعنی وقتی تموم میشه حتی اگه پولم نداشته باشی حاضری هر کاری بکنی دوباره اون جنسه بهت برسه. تمومی هم نداره، فکر 4 روز بشینی مصرف کنی بازم دلت میخواد، یعنی خستگی ناپذیره، سیر نمیشی اصلا ازش. نمیگم دیگه انقدر بزنی فکت و لپت درد بگیره، من با
جویزم نمیزدم، همیشه با قورقوری استفاده میکردم. تو دوره ترکش افکار خودکشی خیلی بالای سمت آدم میاد، حال بدیش به قدری بالاست ولی خب لذتش هم فوق العاده بالاست که آدم حاضر اون حال بدی رو تحمل کنه که به اون لذت برسه. من چندین بار اقدام به ترک کردم، یعنی من آدمی بودم که اگه به من گفتن دیگه قراره کوک نزنی، اون موقع که خانوادم فهمیدن، یعنی تو ذهنم اینجوری برنامه ریزی میکردم، منی که دیگه هر کاری کردم، تلاهای خودم و مادرم و فروختم، یعنی هر کاری تونستم بکنم یه پول تهیه جنس رو بگیرم ولی دست به بعضی کارا نزنم، وقتی موقعی که خانوادم فهمیدن، تو ذهنم با خودم میگفتم خب من که عاشق اینم، چیه مگه برم این دخترها هست جمع میشن توی خونه، مثلا برم پیش اونا کار کنم، اونجوری کاری کنم میکنن و بکنم پول موادم رو در بیارم، اینکه من که عاشق اینم، یعنی به قدری دوستش داشتم، یعنی به قدری که بهم میگفتن این قراره نباشی، میگفتن تو قراره نباشی نه این، یعنی حاضر بودم هیچی نباشه ولی کوکائینم بر من باشه. این ماده واقعا همه چیه منو از من گرفت، به نظرم اعتبار و شرافت هم بالاترینش بود که به سرم قسم میخوردم و الان دیگه ندارم. خواستم به همه اونایی که توی مصرفن، تو هر ماده مخدره، زندگی همینه، چه بکشیم چه نکشیم، اگه قرار غم داشته باشه غم قراره داشته باشه، اگه قرار مشکلات باشه بازم قراره باشه، مصرفمون چیزی رو حل نمیکنه، فقط روی دردی روی درده دیگه است. مشکلات خودش قوزه، دراگ بازی قوزه بالای قوزه. و اینکه اون دوستی که توی مسیر جاده اعتیاد داری میای، من راه رفتم، این جاده رو رفتم، جز تاریکی، جز ناراحتی، جز سیاهی، جز رزالت، جز اینکه تحقیر بشیم، جز اینکه مسخره بشیم، تو این جاده اصلا هیچی نیست. زیبایی تو این جاده اعتیاد وجود نداره، جاده اعتیاد فقط یک مسیر داره که فقط سر تا سر تاریکیه. البته من با این حرفش مخالفم، دوست دارم یه کمی بهتون بینش بدم. اعتیاد اول هر دراگی زیباترین جاده رو برات میسازه. تو باید، نمیشه که تو از همون اول، اگه جاده سیاه باشه که هیچ معتادی توی دنیا وجود نداره. فرض کن شما هر مواد مخدری رو که میخوای مصرف کنی همون بار اول حالتو بد کنه، خب اون موقع هیچ معتادی روی زمین نداری. اتفاقا لعنتی انقدر اول این جاده زیباست و جالبه، هرچی ته این جاده زشتر باشه اولش خوشگلتره. یعنی سیگار رو شما بیا با کوک مقایسه کن، سیگار اول جادهش اونقدی زیبا نیست، ته جادهش هم اونقدی شکننده نیست، ولی کوک رو بیا مقایسه کن، اول جاده بی نهایت زیباست، تو روانی میشی با یه بار مصرف، یعنی یه لذتی به تو میده که تو میگی من دیگه بدون این نمیتونم زندگی کنم، انقدر این جاده زیباست، تو میگی من باید تا ته این جاده برم، و هر چی میری میبینی تاریکتر میشه و تو ادامه میدی این جاده رو به امید اینکه به اون سرسبزی اول برسی. اما همه این فکرایی که آدم میکنه یه توهمه دیگه، گشتش خیلی راحته تا اینکه تا انتهاش بریم و دیگه راهی برای برگشت نباشه. من برای همتون دعا میکنم، چه اونایی که آقای دکتر مستنداشون رو ساختن و ما دیدیم، چه اونایی که جواب کامنت هاشون رو دادم، چه اونایی که حتی نمیشناسمشون، شما برای من حتما دعا کنید. امیدوارم این دو ماهت، نمیدونم حالا این وایس رو برای ما کی فرستادی، ولی امیدوارم این دو ماهت بشه 2 سال و بشه 20 سال و اعتیاد بهترین تجربه زندگی یک آدمه، به شرط اینکه بتونه از توش در بیاد. و به نظر من هر چی دل یه آدم
توی این مسیر بیشتر بشکنه، از اون طرف وقتی بیرون میاد بیشتر بزرگ شده. خیلی ممنون از اینکه تجربتو با ما به اشتراک گذاشتی بچه‌ها. یه سری چیزا هست به نظر من اصلا رفتن سمتش درست نیست واقعا به هیچ وجه. یکی از اونها کوکائینه. چرا؟ چون اصلا به تو لذت نمیده. تو وقتی داری میزنی، فرض کن 10 لاین داری یا 10 تا مثلا پک داد 10 تا سر جوز داری، تو وقتی داری میزنی جای اینکه لذت ببری استرس اینو داری که وای داره تموم میشه. میدونی چی میگم؟ خیلی حرفه، مثل بچت میشه. نه دوست داری به کسی بدیش، نه ازش محافظت میکنی، از جون خودت برات مهمتر میشه، حاضری از همه خط قرمزای خودت، اون رد لاین های خودت عبور کنی تا اونو حفظش کنی. میدونی چی میگم؟ میشه جزوی از تو لعنتی. یعنی تو آقا داری میزنی، جای اینکه حال کنی از اینکه داری میزنی استرس اینو داری که داره تموم میشه. این خیلی حرفه، این بی نهایت حرفه، خصوصا که به نظر من اصلا توی ایران کوکائینی وجود نداره. بابا کوکائین میدونی چقدر طول کشید تا از آمریکا بخواد برسه به اروپا؟ نمیدونم، به نظر من وجود نداره. اما به هر حال بحث سر این نیست، بحث سر اینه که برای فرشته دعا کنیم که همچنان پاک باشه و پاک بمونه. حتما توی کامنت ها تجربه خودتون رو بگید و اگرم شما خواستید چه وایس چه ویدیو برای ما بفرستید. خیالتون راحت باشه، اگر بخواید ما صدای شما رو تغییر میدیم، اگه تصویری باشه تصویر شما رو شطرنجی میکنیم که هیچ احد و ناسی نتونه متوجه بشه که شما کی هستید و چه هویتی دارید و کاملا در عین سیکرت بودن حرفای شما پخش میشه. دمتون گرم، من خوب بازی میکنم چون شما توی تیممی. تا دیداری دیگر.